هلاکت دادستان جنایتکار رژیم آخوندی در زابل، تظاهرات علیه اعدام زندانیان سیاسی در مریوان، اعتراض دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان به اعدام زندانیان سیاسی، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه هرمزگان، اعتراض دانشجویان دانشگاه فنی مهاجر اصفهان، اعتصاب قضای 6 تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج، مراسم اولین سالگرد شهادت ستار بهشتی در زندان اوین، درگیری جوانان تهرانی با مزدوران گشت ارشاد در پونک، تجمع اعتراضی بیش از 1000 نفر از کارگران پلی اکریل ایران در اصفهان، ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران اصلیه در چندین فاز مختلف، اعتراض متقاضیان مسکن ویژه تهران سر و حرکت اعتراضی مسافران منطقه سراح ملکشهر در اصفهان. خبرگزاری اطلاعات آخوندی موسوم به مهر از به هلاکت رسیدن دادستان جنایتکار رژیم آخوندی در شهرستان زابل خبر داد. این منبع حکومتی نوشت دادستان شهرستان زابل هنگام عزیمت به محل کار خود در اقدامی تروریستی توسط عده‌ای از افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. موسی نوری قلعه نو صبح روز چهارشنبه در مسیر عزیمت به محل کار خود توسط تعدادی از افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به دلیل اصابت گلوله کشته شد. مردم مریوان در استان کردستان روز گذشته در اعتراض به اعدام‌های جنایتکارانه زندانیان سیاسی دست به تظاهرات زدند. بنا به اخبار منتشر شده در اینترنت، این تظاهرات از سراح شبرنگ آغاز شد و صفوف تظاهرکنندگان تا چهارراه اصلی شهر امتداد پیدا کرد. نیروهای سرکوبگر رژیم در وحشت از گسترش بیش از پیش این حرکت اعتراضی به تظاهرکنندگان یورش بردند و ضمن ضرب و شتم آنها چند نفر را دستگیر کردند. فضای شهر مریوان بسیار امنیتی گزارش شده است. دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان در یک حرکت اعتراضی پوستر و تراکت‌هایی در محوطه دانشگاه توزیع کردند و خواستار محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و توقف آن شدند. طی روزهای اخیر 3 زندانی سیاسی کرد به نام‌های شیرکو معارفی، رضا اسماعیلی و حبیب الله گلپریپور در زندان‌های سقز، سلماس و ارومیه اعدام شدند. خطر اعدام چند زندانی سیاسی دیگر از جمله لقمان و زانیار مرادی و منصور آروند نیز وجود دارد. دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی اعتراض کردند. در وحشت از ادامه و گسترش این حرکت اعتراضی، کارگزاران رژیم مجبور شدند از این کار عقب نشینی کنند. دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به وضعیت وخامتبار خدماتی تجمع کردند. این دانشجویان طی هفته گذشته 4 روز پیاپی در مقابل دفتر رئیس مزدور دانشگاه و همچنین در خروجی دانشگاه دست به تجمع زدند. دانشجویان دانشگاه فنی مهاجر اصفهان روز سه‌شنبه 14 آبان در اعتراض به وضعیت وخامتبار خدماتی تجمع کردند و با گردانندگان دانشگاه درگیر شدند. 6 تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج اعلام کردند در اعتراض به انتقال زندانیان به نقاط نامعلوم و احکام اعدام خود از روز دوشنبه 13 آبان دست به اعتصاب قضا زدند. اسامی این زندانیان عبارت است از حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سید هادی حسینی. زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین روز یکشنبه 12 آبان سالگرد شهادت ستار بهشتی را گرامی داشتند. در این مراسم غلامرضا خسروی زندانی محکوم به اعدام اشعاری در وصف این شهید سرود.
کارگر زندانی رضا شهابی نیز برای حاضران سخنرانی کرد. زندانیان سیاسی در ادامه با خواندن ترانه سرودهای حماسی و کف زدنهای ممتد یاد ستار بهشتی را که در زیر شکنجه های دشخیمان جان باخت گرامی داشتند. جوانان تهرانی در پونک و پاساژ بوستان با مزدوران گشت موسوم به ارشاد که به بهانه های واهی قصد دستگیری آنها را داشتند درگیر شدند و به شدت آنها را گوشمالی دادند. در این درگیری مردم نیز به حمایت از جوانان آمدند و با ماموران سرکوبگر درگیر شدند. در میدان پونک تهران یکی از دختران معاویه توسط یک زن هموطن به شدت گوشمالی داده شد و روانه بیمارستان گردید. دختر معاویه به بهانه آخونساخته بدحجابی قصد اذیت و آزار این هموطن را داشت. در اصفهان بیش از 1000 نفر از کارگران پلی اکریل ایران صبح روز سه‌شنبه 14 آبان ماه برای چهارمین بار طی 7 روز اخیر در اعتراض به سیاست کوچکسازی کارخانه تجمع کردند. بنا به گزارش‌های منتشر شده، مهندسان این کارخانه نیز به تجمع اعتراضی کارگران پیوستند. آنها خواستار استعفای گردانندگان این کارخانه شدند. اعتراض و اعتصاب کارگران فازهای 13، 14، 22 و 24 میدان گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه همچنان ادامه دارد. آنها در اعتراض به وضعیت مبهم شغلی و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده دست به اعتراض و اعتصاب زدند. جمعی از مردم تهران در خیابان یکم شهران با ماموران شرکت ایرانسل درگیر شدند. این درگیری در اعتراض به از دور خارج شدن سیم کارت ها توسط این شرکت صورت گرفت. کارگران اخراج شده کارخانه ایرانیت تهران در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت کاری و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تجمع کردند. این تجمع روزهاست ادامه دارد. جمعی از متقاضیان مسکن ویژه تهران سر در اعتراض به تعویق تحویل مسکن و اخاذی رژیم آخوندی در این زمینه در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. به گفته معترضان قرار بود در خرداد ماه مسکن این افراد تحویل داده شود، اما هنوز به آنها تحویل داده نشده است. شماری از مسافران منطقه سراح ملک شهر در اصفهان روز سه‌شنبه 14 آبان ماه به وضعیت خدمات رسانی شرکت اتوبوسرانی این شهر اعتراض کردند. جمعی از والدین دانش آموزان مدارس بوشهر در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و همچنین اخاذی‌های صورت گرفته به بهانه‌های واهی در مقابل آموزش و پرورش رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. دشقیمان رژیم آخوندی از اعزام زندانی سیاسی حمیدرضا مرادی سروستانی به بیمارستان جلوگیری به عمل آوردند. این درویش زندانی حاضر نشد با دستبند و لباس زندان به بیمارستان برود و توسط دشقیمان تحقیر شود. وضعیت جسمی حمیدرضا مرادی که در بند امنیتی 350 زندان اوین زندانی است وخیم می باشد.